سلام، من اردشیر کاویانی هستم و اینجا چهارراه کامپیوتره. توی چهارراه کامپیوتر من سعی میکنم آموزش های کامپیوتری رو به زبان ساده به شما یاد بدم. آموزش هایی که میتونید هم برای خودتون استفاده بکنید، هم میتونید ازشون پول در بیارید. چند وقت پیش من این لپتاپ رو مقایسش رو گذاشتم که فیلم مقایسش اینجا هست، میتونید ببینید. با سه تا لپتاپ دیگه مقایسه کردم و تصمیم گرفتیم که این لپتاپ رو بگیریم. لپتاپ رو خریدیم، الان آماده است، میخوام تحویلش بدم. ولی قبل از اینکه لپتاپ رو تحویل بدم، دوست دارم نرم افزاری که باهاش تست میگیرم تا مطمئن بشم قدرت پردازشی لپتاپ چقدر رو به شما نشون بدم. بریم با هم دیگه ببینیمش. خب، نرم افزاری که من استفاده میکنم اسمش اینتل اکستریم تیونینگ یوتیلیتیه. نرم افزار رو باز میکنم. باید درایورهاتون درست نصب شده باشه. اگه درایورهاتون درست نصب شده باشه، همه چی به راحتی کار میکنه. من قبلا اینجا تست گرفتم و شما میتونید نتایج تست منو ببینید. ولی اگه وقتی نرم افزار رو باز میکنید، وارد این سیستم اینفورمیشن خودش میشه پیش فرض. اول از همه اینکه اینجا مشخصات رو به ما میگه. نگاه کنید، یه سی پی یو کور آی 7 9750H 2.6 گیگاهرتز، فامیلیش کافی لیک 6 تا هسته داره، 12 تا ترد. یه دقیقه تسک منیجرش رو با هم دیگه ببینیم. تسک منیجر وارد تب پرفورمنس میشم. اینجا هم این مشخصات رو میتونیم ببینیم. 6 تا هسته، 12 تا ترد، یه سوکت داره و اینجا داره بهمون نشون میده مشخصات رو. بقیه چیزاش هم هست. خب، بعد دیگه مشخصات دیگه، اینا چیزاییه که حالا ساپورت میکنه که برای ما یه سرشون مهمه. و 16 گیگرم داره اگه دقت بکنید و دیفالت سپیدش 2667. و دیگه چیزی که واسه ما مهمه، 16 گیگ داره که 2 تا 8 گیگ نه کنید، یه 8 گیگ اینه، یه 8 گیگ اینه که، و 2 تا 8 گیگش عین هم دیگه است. بازم اینجا اطلاعات بیشتری هست در رابطه با مشخصات سیستم. مدل مادربورد رو داره بهمون نشون میده، بعد گرافیک رو داره بهمون نشون میده. یه گرافیک اینتل 630 داره که 1 گیگابایت رم داره و یه گرافیک GTX 1650 داره که 4 گیگ رم داره. اپراتینگ سیستم ویندوز 10 10 ویندوز 10 انترپرایز شناخته و روی چه والیومی نصب شده رو هم بهمون گفته و این موارد. حالا اگه ما بخوایم شروع کنیم از این سیستم تست گرفتن چی کار میکنیم؟ توی قسمت ادوانس تیونینگ نگاه کنید، وقتی میخوای بیاری اول بهتون میگه آقا این کاری که داری میکنی یه کار خفنه و امکان داره که آسیب بزنی به سیستم خودت. اگه آسیب زدی به من هیچ ربطی نداره، بگو اول خودت قبول داری اینو. میگم آقا که قبول دارم. اینجا میتونم بیام تنظیمات رو عوض کنم و کارهای حرفه‌ای رو اگه میخوام از اینجا انجام بدم. ولی من فعلا نمیخوام این لپتاپ رو به هیچ عنوان نمیخوام اوورکلاکش بکنم. ولی اگه میخواستم اوورکلاک کنم، از اینجا باید این کار رو انجام میدادم. من به جای این کار میخوام ازش تست بگیرم، ببینم که اوکی الان چه کاری میتونه برای من انجام بده و الان قدرتش چقدره. یه قسمت استرس تست داره که بعدم بهش میرسیم. من میام توی تب بنچمارکینگ. توی تب بنچمارکینگ با این مشخصاتی که اینجا نوشته شده که مشخصات پیش فرض من هست و داره از همون ادوانس تیونینگ من میخونه، من میخوام یک تست بگیرم ببینیم آقا چه مشخصاتی به من میده. قبلش نگاه بندازیم، سی پی یوتیلیزیشن 10ه، یعنی 10% تقریبا داره از سی پی یو استفاده میشه. کشش رو نوشته چقدر چه فرکانسی کار میکنه، مموری رو نوشته، پکیج تمپرچر و این موارد. خب این پکیج تمپرچر برای ما مهمه، سی پی یو تمپرچر هم برای ما مهمه که الان اینجا همین پکیج نشون میده به ما. ولی فکر کنم باید ببینیمش. حالا بریم تستمون رو بگیریم. دو تا تست داره، یه XTU بنچمارک داره، یه XTU بنچمارک 2 که این فعلا بتاه. من همین XTU بنچمارک معمولی رو میخوام بگیرم. Run XTU بنچمارک رو میزنم. شروع میکنه تست گرفتن. نگاه کنید، CPU utilization رفت چسبید به سقف. پکیج تمپرچر داره میرسه به 74 درجه. داره تست میگیره و ببینه که چقدر از سیستم ما در حال استفاده هستش.
خب همونجور که میبینید ما داریم تستمون رو میگیریم. توی این مرحله من میخوام ببینم که این لپتاپ چقدر قدرت پردازشی داره تا بعدم بتونم این رو با بقیه سیستم های دیگه مقایسه کنم. این نرم افزار اگه به اینترنت وصل باشه خودش میتونه جایگاه شما رو در میان همه کسایی که تا حالا تست گرفتن بتونه نشون بده که من بعدش این رو به اینترنت وصل میکنم و این کار رو هم میخوایم انجام بدیم. ببینیم این سیستم چقدر قویه و چقدر میشه بهش اکتفا کرد و اطمینان کرد. دقت کنید شاید قدرت ما خیلی بالا نباشه توی نموداری که نشون میده، به خاطر اینکه این یه لپتاپه و ما نباید از لپتاپ توقع خیلی خیلی زیادی داشته باشیم و اگه یه سیستم دیگه باشه میتونیم به راحتی این کار رو انجام بدیم. اگه یه پی سی حرفه‌ای بسته باشیم قضیه فرق میکنه. صدای لپتاپ داره بلند میشه. صدا که بلند میشه یعنی اینکه داره فنش بیشتر کار میکنه. اینجا نگاه بندازیم. خب همونجور که میبینید نتیجه اومد 1963 مارک زده، یعنی 1963 این عددیه که براش مشخص کرده. اگه به اینترنت وصل بشم و کامپیر آنلاین رو بزنم به من نشون ده که رتبه من در مقابل بقیه دنیا چیه. نها کنید اینجا چجوری به سقف چسبید و برگشت پایین. من سو به اینترنت وصل میکنم، کامپیر آنلاین رو میزنم که بریم کامپیر آنلاینش رو بیاره ببینیم. اینجا میگه که لاگین بکنیم یا اینکه میتونیم بعدن فش بشه کانتینیو کرد. آنالیز رو میزنیم. خب توی قسمت آنالیز نگاه کنیم داره ما رو نشون میده، میگه ما اینجا قرار داریم و با این سی پی یو اینجا قرار داریم، بقیه با این سی پی یو تونستن عددهای بالاتری رو به دست بیارن و رتبهشون بالاتر باشه، ولی خیلی هم ما کمتر از بقیه نیستیم. میبینید تقریبا با اونا برابر هستیم. صدای فن رو میبینید، صدای فن که داره میره بالا یعنی این که پردازنده من داره بیشتر کار میکنه. یکی از قابلیت های خیلی جذاب این لپتاپ دکمه نیتروی که اینجا براش گذاشته روی کیبورد. من دکمه نیترو رو میزنم، نرم افزار نیترو سنسش باز میشه. اینجا میتونیم سرعت فنمون رو ببینیم. ببینید فن من، فن سی پی ام داره با 5000 دور و فن جی پی ام داره با 4761 دور میچرخه. اگه من میخوام یه کار خفن انجام بدم میتونم اینجا اینو بذارم روی حالت مکس و خیلی سریع‌تر بشه. نگاه کنید رفت روی 6000 دور و 6000 دور داره رو بیشترین حالت میچرخه. من میذارم روی همون حالت اوتو که هر زمان خواستش کمتر بشه. اگه به حالت کول بوست بزنم، کول بوست هم انگار که گذاشتم روش فن، سعی میکنه با بیشترین توانش کار کنه که سریع‌تر سی پی یو من خنک بشه. این هم نکته خیلی جذابیه که این لپتاپ داره و میتونید اینو تعریف کنید روی حالت AC رو چه حالتی کار بکنه، یعنی وقتی به برق وصله و وقتی به باتری وصله رو چه حالتی کار بکنه، کاملا دست خودمونه. یا یعنی اینکه دمای فن رو خودمون بیایم کاستم کنیم، بگیم اوکی من اصلا میخوام فنم با اینقدر مقدار کار بکنه حتی وقتی داغ میشه یا سرد میشه. این دیگه با خودتونه. من برنامه ببندم. پس ما جامون هم روی نمودار دیدیم. قسمت بعدی و خیلی جذابی که این برنامه برای ما داره قابلیت تستیه که میتونید از سی پی یو و رمتون بگیرید. نگاه کنید الان من روی 51 درجه هستم، دیدید اونجا داشتش سرعت میرفت بالا. من میتونم بیام اگه میخوام سی پی یو رو تست بکنم، سی پی یو تست رو روشن کنم، بگم آقا برای 5 دقیقه یا مثلا برای من مدت زمان کمتر میذارم، برای 3 دقیقه میخوام تست انجام بدیم. الان اونجا رو نگاه کنید سی پی یو کجاست و من استارت تستینگ رو میذارم. رفت چسبید به سقف و دما رفت بالا 71 درجه 73 درجه. داره تمام تلاشش رو میکنه که بدونه چقدر میتونه از این سی پی یو کار بکشه. سی پی یو رو چسبون به 100 درصد، میخوایم رو 100 درصد ببینیم این سیستم چقدر داغ میکنه و آیا کفایت میکنه یا نه. اگه این یه کیس بود من الان میتونستم بفهمم که لازمه براش چقدر فن بهتری ببندم. توی یه مثال دیگه آراد به زودی ویدیوشو درست میکنم واسهتون، ما یه فن میبندیم روی یه دونه کیس و میبینیم که آیا اون چیزی که میخوای میشه یا نه و آیا میتونیم دما رو بیاریم پایین یا نه. چند وقت پیش یه امتحان کردم، دمای 99 درجه رو با تغییر فن به 50 درجه رسوندم و خیلی عدد خوبی بود. پس اینجوری میتونید تست بگیرید ببینید که دمای لپتاپتون یا دمای کیستون چقدر بالا رفته. حالا اگه من میخوام این لپتاپ رو
خنک‌تر نگه دارم، وقتی ببینم دماش داره به 70 خورده درجه میرسه، میرم توی سایت arc.intel.com و تست میکنم ببینم که اونجا آیا دمای متعادلی هست یا نه. ببینید الان داره نشون میده که حد اکثر دمای من به 88 درجه هم رسیده قبلا و من توی تست قبلی این کار رو انجام داده بودم به 88 درجه. شاید لازم باشه یه کولپد خوب واسش بگیرم، یا میریم تست میکنیم میبینیم نه دماش خیلی هم اوکیه و هیچ نیازی به کولپد نیست. این دیگه تصمیمش با شماست که بخواید این کار رو انجام بدید. خب همونجور که میبینید من دارم تست میگیرم، فعلا این تست سی پی یو و بعد میتونم تست رم رو هم بگیرم و ببینیم روی تست رم سرعت بالاتر میره یا روی تست سی پی یو سرعت بالاتر میره. اگر یه کیس واقعی بود میتونستم تصمیم بگیرم که کدوم فن رو باید تقویت بکنم، ولی اینجا من نمیتونم فنی رو تقویت بکنم، فقط شاید بتونم دور فن رو ببرم بالا یا اینکه بتونم یه کول پد خوب واسش بذارم. همینجا این نکته رو بگم، اگه میخواید کول پد برای کیس برای لپتاپتون بگیرید، پیشنهاد میکنم کول پدی بگیرید که صفحه روش آلومینیوم باشه حتما، چون اگه صفحه آلومینیومی نباشه انتقال گرما به خوبی انجام نمیشه. کولپدایی که صفحه آلومینیوم دارن متاسفانه قیمت بالاتری هم دارن، ولی قطعا به لپتاپ شما کمک میکنن. این لپتاپ من کولپدی که الان زیرشه دقیقا صفحه آلومینیومی داره و خیلی خیلی کمک میکنه. مورد بعدی توی انتخاب کولپد تعداد فنشه. این کولپد یه دونه فن بیشتر نداره، ولی کولپدهایی هستش که برند دیپ کول داره، مثلا برند خود من 4 تا فن داره و میتونید تنظیم کنید که دوتا با هم دیگه روشن بشن و کار بکنن که صدا هم خیلی زیاد نشه. مورد بعدی هم که توی خرید کولپد خوب رو بهش توجه کنید اینه که به هر حال کولپد قراره یه دونه از USB های کامپیوتر شما رو اشغال کنه، چه بهتر که به شما یکی دوتا USB اضافه بده. این کولپد من الان یه دونه از USB های من رو اشغال میکنه، ولی این سمتش 3 تا USB 2 به من میده که من میتونم ازش استفاده بکنم. اینم نکته خیلی مهمیه که شما هم خوب رعایت بکنید. خب همونجور که میبینید تموم شد. اینجا تونست تست رو بگیره، 3 دقیقه تست گرفت و دما تا چقدر بالا رفت؟ اینجا دیگه بیشتر از هم 88 که قبلا بود رفت. الان داره میگه استرس تست CPU من پاس شد. من اگه بخوام یک کیس دستوربم بخرم یا لپتاپ دستوربم بخرم حتما این تست روش انجام میدم که ببینم CPUش آیا توان داره یا نداره، رمش سالم هست یا بلو اسکرین به من میده. این تست خیلی خوبیه که انجام میدید به خاطر اینکه خنک شد دمای سرعت چرخش فن هم داره میاد پایین. میام توی مموری تست هم میزنم که 3 دقیقه برامون بگیره و ببینیم توی مموری تست آیا دما بالاتر میره یا نمیره. استارت تستینگ رو میزنم. من اینجا سرعت رو براتون میبرم بالا که دیگه خیلی معطل نشیم و سریعتر این قسمت بگذره. خب همونجور که میبینید و حدس هم میزدم وقتی دارم از رم تست میگیرم دمای سی پی اون بالاتر میره، دمای کل پکیج بالاتر میره. چرا؟ چون احتمالاً جایی که رم قرار داره خنک کنندگیش اندازه جایی که سی پی یو هست قوی نیست. پس این نکته خیلی مهمیه که باید حواستون باشه. چه بهتر که برای این کامپیوتر یک کولپد خوب هم خریداری بشه. ولی در کل لپتاپ خیلی خیلی خوبی هستش و من تقریبا 3-4 روز دارم ازش تست های مختلف میگیرم، با نرم افزارهای مختلف کار میکنم و میبینم خیلی خوب داره جواب میده و قطعا پیشنهاد میدم به هر کسی که بخواد لپتاپ بگیره این رو هم جزو گزینه هاش بذاره. یه تست دیگه هم بکنیم. من نیترو رو اجرا میکنم و کول بوست رو روشن میکنم ببینم وقتی کول بوست روشن میشه آیا دمای پکیج من پایین تر میاد یا نه. قطعا باید بیاد، ولی میخوایم تست انجام بدیم. خب الان کول بوست رو خاموش کردم، اصلا روشن کردم، اصلا دمای فن کم شد. برم میذارمش روی ماکس، روشن روی ماکسیموم. شاید صدای زر بد بشه، ببخشید، و ببینیم که دما اینجا کمتر میشه یا نه. خیلی تفاوتی نکرد، در حد 1-2 درجه داره کمتر میشه. خب همونجور که دیدید تست ما تموم شد و هم
CPU استرس تست و هم مموری استرس تست رو به راحتی پاس کرد و هیچ مشکلی برای سیستم به وجود نمیاد، خیلی خوب داره کار میکنه. این آموزش میتونه به شما کمک بکنه هنگام خرید یک کامپیوتر چه نوع چه دست دوم یا هنگام خرید یک لپتاپ چه نوع چه دست دوم بتونید تست لازم رو روش انجام بدید تا مطمئن بشید همه قطعات شما سالمه و اینکه بتونید تست بکنید ببینید آیا اون میزانی که شما میخواید به شما کارایی میده یا نه. کامپیوتر قبلیتون رو بنچمارک بگیرید، کامپیوتر جدیدتون هم بنچمارک بگیرید ببینید آیا این تفاوت به درد شما میخوره یا نه. بهتون پیشنهاد میکنم هر زمان یک کامپیوتر جدید خواستید بخرید یا یک لپتاپ جدید خواستید بخرید این تست رو باهاش انجام بدید تا مطمئن بشید که این کامپیوتر سالمه. اغلب فروشگاه اینترنتی به شما یک هفته مهلت تست میدن هر زمان که کامپیوتر خریدید بگیرید لپتاپ رو. بعد از اینکه ویندوز و نرم افزارهای لازم رو نصب کردید، درایورها رو به درستی نصب کردید، حتما تستش رو ازش بگیرید تا مطمئن بشید همه قطعات سالمه و به درستی کار میکنه و اون وقت میتونید از استفاده از لپتاپتون نهایت لذت رو ببرید. اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد پیشنهاد میکنم که کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش هم بزنید که هر زمان ویدیو جدیدی منتشر میکنم مطلع بشید و بتونید بیایید و مشاهدهش بکنید. من سعی میکنم هفته یه دونه ویدیو با موضوعات کامپیوتری و فنی برای شما منتشر بکنم. در این انتها میخوام یه ویدیو دیگر رو به شما پیشنهاد بدم که ویدیوی مقایسه این لپتاپه. اگه هنوز ندیدیدش پیشنهاد میکنم این ویدیو رو ببینید تا بتونید خودتون برای خودتون تصمیم بگیرید که میخواید چه جور لپتاپی رو تهیه بکنید. در ضمن من قصد دارم توی رنج های مختلف لپتاپ های مختلف و کامپیوترهای مختلف رو با همدیگه مقایسه بکنم. اگر لپتاپ یا آلینوان یا کامپیوتر خاصی مد نظرتون هست که میخواید مقایسهش رو ببینید میتونید توی کامنت های همین ویدیو برام بنویسید تا اون رو هم جز لیست بررسیمون براتون قرار بدم. امیدوارم این آموزش براتون مفید باشه. اردشیر کاویانی هستم از تیم 4 کامپیوتر.